درد کارتون ببینم. چی کار داری میکنی؟ اگه اینجا طویله سر خر رو کچ کردی اومدی بزن به چک بابا. من تو بچه ها از اینجا نمیفهمی چی مفتر جانبخش خوبی؟ جانبخش جانبخش حالا تو خوب آقا جانبخش شما لطفا اون طرف تشریف داشته باشین، همکارم کارتون انجام میده. بله حتما. از این بر بابا از اینجا. سلام خانم. سلام، خوش اومدی. خسته نباشی. مرسی، سلامت باشی. سلام آقای باقری، خسته نباشید. سلام، خوش اومدید. این وکالتنامه ما حاضر نشد؟ حاضر میشه، یه چند لحظه بشینید. چشم، ممنون. انجام میشه، خواهش میکنم. بعدش چی میشه؟ چیزی نمیشه. شما میری استراحت میکنی؟ اصلا میری نارنج خانوم رو میبینی؟ یا هر کاری که دوست داری میکنی؟ منم کارگاره میگردونم. سهم من چی میشه؟ سهمت سر جاشه، سود سهمت هم میدم. چطوری؟ یه حساب بانکی برات باز میکنم، ماه به ماه هم برات پول واریز میکنم. اصلا ببین، یه دونه از اینا بهت میدم، خب؟ هر وقت که دوست داشتی هر چقدر که دلت خواست ازش پول بردار. کجا؟ دستشوی. دستشوی کنار در ورودیه. بذار من خودم میرم. میگم چند ساعت پیش مگه با دکتر جهانبخش هماهنگ نکردی؟ یه بار دیگه بهش زنگ بزنی. بیمارا اومدن؟ اگر تا نیم ساعت دیگه جواب نداد به بیمارا بگین فردا بیان. فردا بهشون وقت بدید. من تو راه فرودگاه هستم، نمیرسم برگردم. گوشی رو بدید باهاشون صحبت کنم. چی؟ الو؟ الو؟ الو آقا ببخشید برگردی فرودگاه نمیری؟ نه فرودگاه نمیرم برگردی قطریه خیلی ممنون الو الو چیزی که می عجله بکنین چون شرایط جسمی پدر بزرگ من مساعد نیست. بله چشم حتما آخرشه دیگه تمام شد. خیلی متشکرم.
بابا عزیز. بابا عزیز داری میای؟ بابا عزیز کمک میخوای؟ کجا رفت؟ ندیدمشون، بیرون نرفتن؟ بابا عزیز باز چی اومدی بیرون؟ بابا این وکالت حاضره بیه امضا بکن تموم شه بره به کارش. به خدا کلی کار دارم باید برم به کارام برسم. بیا بریم دیگه. میخوای بری ساختمون؟ بله همین الانم خیلی دیر شده. میخوای کارگاه رو بگردونی؟ تو ساختمون سازی بلدی؟ زلان دارم چی کار میکنم؟ مگه تو آرایشگر نبودی؟ آرایشگر چیه؟ بابا 30 سال پیش من یه ما رفتم دم یه آرایشگاه وایستادم. بقیه کارام هم یادم نمیاد. الانم ابزار فروشی دارم. اونجا که مال زنته. بابا عزیز اذیت نکن، بیا امضا کن تموم شه بره پی کارش. فکر کردی من عقلم نمیرسه؟ حواسم هست، وکالتم به کسی نمیدم، خودم میتونم اون کارگاه رو بگردونم. شما از ساختمون سازی چی میدونی؟ من چی میدونم؟ تو بلدی یه آجر بگیری دستت؟ بلدی دیوار بچینی؟ بلدی ملات درست کنی خودت؟ ولی من همه این کارا رو کردم. اون دیوار دور و باغ و اتاقه که تای حیات خودم ساختم، یادت هست؟ من هم تنم سالمه هم عقلم کار میکنه. بابا عزیز این ساختمونا با اون اتاقه که شما درست کردی فرق داره. اینجا حساب کتاب و نقش مهندسی داره. نمیخوام کسی واسه من تعیین تکلیف کنه. حالا که رحیمم نیست مال خودم خودم میگردونم. بابا عزیز ما دیشب با هم کلی حرف زدیم. من که حرفی نزدم، تو همش حرف زدی. کجا؟ خونه؟ چه زحمت کشیدین دستمال بهم بدین. بله خوبین آقای دکتر؟ بله بله خوبم. سرگیج تعب و چیزی نداریم؟ نه آقای دکتر خوبم، یه زخم سطحیه دیگه. چه زخم بزرگی؟ سطحی که نیستش که، کلت رو داشتون به باد میدادی سطحیه. کلت به باد میدادی؟ مطمئنی داریم خواهی زنگ بزنم به پلیس؟ بله پلیس لازم نیست. پس شما درد نکنه. آقای دکتر چشمشون معاینه نمیخواد؟ خیلی سوال به جایی بود. چشمشون خیلی معاینه میخواد، متاشون تخصص من نیست. خانم دکتر شریفیان میاد هر دو تاشم میگم که معاینه کنه. نگران نباشید. چیزی لازم نداره. آقای نه چطوری؟ آقای دکتر باز دعوا کردی؟ یه جوری حرف میزنی انگار من هر روز دعوا میکنم. نه. میخوای زنگ بزنم سر ده؟ نه لازم نیست. با این یارو دعوا کردی؟ آقا این یه بار اومد تو من راش ندادم، گفت یه دونه تو گوشت میزنم بدون مرشد 100 دور دور خودت بچرخی. گفتم کی میشماره؟ گفت خودت در حین چرخیدن میشماره. شما چیزی احتیاج ندارید. دست درد نکنه. ممنونم. خانم رهبر، خانم ها رو راهنمایی کنید تو اتاق. بله. حالا میام خدمتتون. بفرمایید. وقتتون بخیر. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. گوشه. وای روز بخیر. چی شد؟ این دایی چیکار کنه؟ به کی زنگ میزنی؟ اصلا نمیدونم چی بهش بگم. به کی؟ بابا مریض دایی، مریض مهم داشته، باید میرفتم ویزیتش میکنم. الو سلام خانم، خوبی؟ من جمع بخشم. ببخشی من یه اتفاق بعدی برام افتاده، معذرت میخوام. یعنی چه آقای دکتر اومده؟
مگه قرار نبوده برن شیراز؟ باش باش خدافظ. چی شد؟ هیچی بدبخت شدم. یعنی چی؟ چی شد میگم؟ چیکار کنم حالا؟ مریض دایی قرار بود ویزیت کنن، دایی از مسیر فرودگاه برگشت. مگه نگفتی یه معلم دیگه جایگزین کردن؟ مگه نگفتی من دیگه نمیرم اون مدرسه؟ چیز؟ من الان من چی کار کنم؟ من الان وسط این همه سختی ولش کنم بیام بیرون از مدرسه؟ تو که نمیتونه آینده حرفه‌ایتو نابود کنی بابا. اون مدرسه هزار تا مشکل داره، صفر تا صدش بحران مشکله. آدم خودش رو میخواد. بابا چرا متوجه نیستی؟ تو آدم مناسبی واسه اون مدرسه نیستی، واسه مطب درمانگو مفیدتری. ببین این دختر الان توی شرایطیه که عارفو از دست داده، کسی که کنارش بوده مدیر مدرسه بوده، میفهمی؟ الان دست تنها داره، تنهایی اون مدرسه رو چنگ و دندون نگه میداره. من ولش کنم بیام بیرون که به منفعت خودم برسم، که به کار خودم برسم؟ بعد من آدمم اینجوری؟ حافظ نگران اون دختر نباش. کسی که تا اینجا اومده از اینجا به بعدم میتونه مسیر خودش رو پیدا کنه. چرا متوجه نیستی؟ بابا به خدا آدم‌ها خیلی وقتا قوی‌تر از اون چیزی هستن که ما بهش فکر می‌کنیم. بفهم اینو. روز به حرفات خودخواهانه است. منفعت طلبانه است. می‌فهمی چی میگم؟ باشه، من خودخواهم، تو خوبی. تو راست میگی. بابا من میگم الان بابا عزیز چه جوری میخواد نصف اموالشو مدیریت کنه؟ این اصلا معلوم نیست با خودش چند چنده. اگه بلند شه بره همه اموالو بزنه به نام یکی دیگه چیکار کنیم؟ چی بود این زن اسمش؟ نارنج. علی جان کم بود، همین جوری هی داره به مشترک اضافه میشه. میگی چیکار کنم؟ این تا زمانی که عقلش کار میکنه اختیار اموالش هم خودش داره. ما میچکاره بابا؟ حداقل بیکار نشینیم، یه حرکتی بزنیم بابا. داروهاشو برداریم ببریم محضر، نشون بدیم، بگیم این فراموشی داره. احمق، اونجوری که اصلا دیگه بهمون وکالت نمیدن. چرت و پرت میگی برای خودت ها. پس چی کار کنیم بابا؟ باید یه فکر دیگه ای بکنیم. بفرمایید سامان جان. کلید فروشگاه خدمت شما عزیزم. تا این دوتا دارن نقشه کلاهبرداریشون رو میکشن، ما هم به داد این فروشگاه برسیم. کی گفت کلیدو برداری؟ چیکار کنم؟ نشستم حساب کتاب کردم. یه فروشنده‌ام بخوام برای اونجا بیارم، بعد بهش حقوق بدم، بیمش بکنم، هزار و یک دردسر. تازه یکی هم باید بذارم بالا سرش حواسش به کار باشه. دیدم بهترین گزینه سامانه. مامان بهت گفتم که نمیتونم. عزیز من چرا نمیشه؟ من خوب فکر کردم. ببین یه سری این جعباتو میبره اونجا تو فروشگاه میچینی اونور، اینورم که ابزارالات. کلی هم آدم مشتری از اونجا رد میشه، همونجا ازت خرید میکنن، فروشت هم میره بالاتر. از این دردسرای پول پیک و این چیزا هم خلاص میشی راحت. خودت یا خودت توی اون فروشگاه واسه خودت آقایی میکنی. آقایی؟ مامان من این دوتا کار مختلفه. یعنی چی؟ من چجوری قاطیش کنم با هم؟ قاطی نباید بکنی که، فقط یه خورده زمان بیشتری باید بذاری. هم آره بابا جون، آره برو برو پول پارو کن. ما که با این همه عقل و تجربه هیچ غلطی نتونستیم بکنیم، ولی تو میتونی، تو حتما میتونی. آره که میتونه. نباید دست رو دست بذارین که این مغازه از دست بره. که در حال حاضر تنها کسی که من میتونم روش حساب باز بکنم سامانه. داری به من تیکه میندازی؟ آره تیکه میندازم. شما دوتا که زندگیتون رو پاک از ما جدا کردین، بریم بریم ببینم کجای دنیا رو میخواییم بگیریم. فقط وقتی رفتین سرتون به سنگ خود بر نگردین دوباره پیش من و داداشم و یادت باشه. عزیز من دارم جون میکنم، از صبح تا شب با هزار تا آدم دارم سرکله میزنم. واس کی؟ برای خودم؟ نه خیر، واس شما هاست. وقت تو برای من داداشم میکنی؟ لطف که از حد بگذرد نادا خیال بد کند.
اصلا شما دوتا اشتباهی سر از اون فروشگاه سر در آوردین. مادر من، بابا صبر داشته باش. وقتی گونی گونی پول برداشتیم آوردیم توی خونه، اون وقت شما میفهمید ما چی کاره ایم. ما یه عمر تو اینجا تلف شدیم، یه عمر. تو یکی خفه شو. از وقتی که سر از لاک در آوردی همه بدبختی های من شروع شد. این بابات هم که کلاهبرداری بلد نبود، تویی که داری یادش میدی. مادر من یه ذره یواشتر، یه ذره یواشتر. جلو گل پسرت زشته، اینا رو یاد میگیرا. خفه شو. کاش با یکی دیگه اومده بودی لیلا. جهان بخش مگه خدافظی نکرده بود بره؟ آره بابا داشت میرفت. فهمید تو تنهایی رفتی گاراژ، نگران شد دیگه. من که بهش نگفتم، خودش خواست بیاد. من زنگ نزدم محبی. الو سلام آقای محبی، خوبی؟ ببخشید تو رو خدا، من یادم رفت زنگ بزنم، شرمنده. آره خدا رو شکر به خیر گذشت. بله نه دیگه، دیر وقته دیگه، نمیتونیم بیای منو. آره دیگه فردا ایشالا. نرفتین همه چرا؟ دیگه موندم ببینم بهترین. آره من خوبم، نگران نباشه. من خیلی شرمندتون شدم، ببخشید واقعا. نه بابا من اگه نمی اومدم عجیب بود. کاش زودتر رفته بودین شما. خانم جعفری، فقط من ازتون خواهش میکنم دیگه تنها نریم اونجا. درست میگین. یعنی احتمال داشت خدای نکرده هر اتفاقی بیفته. بله حق با شماست. حالا ولش کن، خدا رو شکر به خیر گذشت. ولی خیلی بد شد، خیلی شرمنده. نه این حرف رو نزن. من اصلا ناراحت نیستم که اومدم. ما یه هموطن افغانستانی داشتیم، اسمش سرفراز بود. هر وقت که مسعود کسی رو اذیت میکرد، سرفراز جلوش با میستاد، حقش رو میگرفت. شما الان جای سرفراز رو گرفتیم. الان این آقای سرفراز کجا هست؟ تو سوریه شهید شد. خدا رحمتش کنه. حالا بازم خوبه یه اتفاقی افتاد، شما اومدیم محل کار منو دیدین. ولی ترجیح میدادم اینجا نیام. چرا؟ میدونستین جنازه عارف همین نزدیکی پیدا شده بود؟ توی این مدت همش از خیابون پشتی میرفتم که رام اینجا نیفته. نمیخواستم از این خیابون رد بشم. فکر این که اون بیچاره تک و تنها توی این خیابون جون داده عذابم میده. شاید باورتون نشه، هزار بار تا حالا اتفاقای اون شب رو تو ذهنم مرور کردم. همش با خودم میگم یعنی یه نفر پیدا نشد ببیندش. شاید اگه یکی کمکش میکرد الان زنده بود. تو از اینکه من عروسی نیومدم دلت پره، اینو بگو. آره دلخورم. تو که اون شب با هم نیومدی ببینی نگاهاشونو چقدر سنگینی میکرد. خدا میدونه چه حرفای پشت سرش زدم. ببین من عادت کردم،
من اگه میومدم اونجا این حرفا رو جلو روم میزدن. داداشت هر جا میشینه میگه زندگی اینا رو من جمع کردم. منت سر من میذاره. تو فکر میکنی اینا یادم میره؟ فرخ، همه اینایی که چشم دیدنشون رو نداری، همشون پاشدن اومدن ختم رحیم. خب مردم توقع دارن تو شادیاشون، جشنای عروسیشون بیای جبران کنی. بابا جان من، چرا تو حالیت نیست؟ برادر من تازه مرده. کجا پاشم بیام؟ از کی تا حالا برادر دوست شدی تو؟ من که یادمه سال به سال یه زنگ بهش نمیزدی، حالا عزادارش شدی؟ برادر گوشت برادر رو بخوره استخونش رو دور نمیندازه. این چیزی که من دارم میبینم، تو به استخونهای اونم رحم نمیکنی. معنی برادری هم فهمیدی؟ انقدر وایسادی صبر کردی قشنگ تا اومدی بالا سر جنازه‌اش. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خیلی هم که تو این چیزا حالیته. واسه یه عروسی نیومدن من کل اعتقادات منو زیر سوال نبر. اعتقادات؟ نه خیرم، برای این نیست که نیومدی عروسی. برای اینی که هر دقیقه رنگ عوض میکنه، این آفتاب پرست. هر جا به نفعت همونجا وای میستی ببینی چی بهت میماسه. من کی چشمم به فامیلای تو بوده؟ کی؟ مثل اینکه یادت رفته. اینجور مواقعی حافظت این ماهی میشه. 10 سال پیش یادت رفته؟ برای گرفتن اون شعبه مرکزی خودتو کشتی، ساق دوش وایسادی. حالا یه ارث بهت رسیده، چیه؟ آره، اون موقع مجبور بودم. تو فکر میکنی من خوشم میومد ساق دوش وایسم؟ تو وادارم کردی انتر و منتر خونوادت بشم. ولی خوب گوش کن چی میگم، اون دوران تموم شد، اون فرخم دیگه مرد. تا قبلش که رحیم دشمن بود، حالا که ارثش بهت رسیده واسه من خانواده دار شدی؟ فامیل من بد شدن؟ حالا ببین اگه بابا عزیز به این راحتی ها بهت وکالت داد، شما مغازت رو بگردون، من خودم میدونم چی کار باید بکنم. بعدشم چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، گذشته در گذشته. من هر وقت دلم خواست سراغ خانوادت میام، هر وقتم نخواستم نمیام. تمام. خیال کردی واسه من مهمه؟ اصلا برای من مهم نیست. مسئله من عقد بچه داداشمه؟ نه. مسئله من فروشگاه مرکزیه؟ نه. الان دارم از خودم حرف میزنم فرخ، از خودم. تو منو یادت رفته. تو یک کلمه حرف با من دیگه نمیزنی، یه شام با من نمیخوری، همین اسم منو چند وقته با محبت صدا نمیکنی. دیوونم دم به دقیقه اسم تو صدا بزنم؟ جلو روم داری راه میری دیگه. چیه؟ هی بگم سریا سریا، بیا. الان گفتم 2 بار سریا، همین الان شد 3 بار. ول می باشه فرخ، باشه. ولی تو میری دوراتو میزنی، ولی دوباره بر میگردی پیش خود من. ولی یادت نره سریای اون روز سریای امروز دیگه نیست. بسمه واقعا، دیگه بسمه، دیگه طاقت ندارم، دیگه تحملم تموم شده، دیگه تموم شد کلا. بابا میگم یه حسابدار بیاریم برای شرکت. بیشعور، من الان دارم در مورد چی حرف میزنم؟ از حساب و کتاب اسمو بردم؟ آخه بابا جان شما رو ول کنن تا شب میخوای یه ریز قور بزنید به سر من بدبخت دیگه. بعدش هم اصلا معلوم نیست علی جان اینا حساب کتابشون درست باشه. هم دایید هم سریا باید بدونن فرخ کی بود. بله من بعدشون نشون بدم، اونا هنوز فکر میکنن من رحمتم. آقا جان من رحمت خدا رفت، من خیلی سال فرخم، ولی اونا هنوز خبر ندارن. من میگم بابا اینا خانوادگی دورمون کردن، ببین کی به خودمون بیایم، ببینیم تا اینجا کلا گذاشتن سرمون. میدونم باور کن من از همون اولش هم خیلی مطمئن نبودم دایی دلش باز ما سوخته.
دایی کی بابا جان؟ من دارم علی جانو میگم. میگه علی جان علی جان، کافر همه را به کیش خیش بندارد. تو فکر کردی علی جان مثل توه؟ نه خیر عزیز من، اون آدم اینجوری نیست. بله درسته من دل پوری ازش دارم، این هست، ولی حساب کتابش درسته، حواسم به دخترش هم هست، کم و زیاد نمیذاره. بابا اصلا حساب کتاب اونا درست، من میگم ما یه نفر از خودمون بذاریم اونجا بالا سر کار باشه، اگه حساب کتابشون درست بود که چی، اگه نبود لااقل بفهمیم بزنیم تو پرشون. خوب ما الان حسابدارمون کجا بود؟ بابا جان شما اوکیشو بده، من آدمشو سراغ دارم. کیه؟ بابا شما نمیشناسیش که، یه دختر از خیلی زبر و زرنگه بابا، از آشنایی که رفیقامه. بابا دختره مورو از ماس میکشه بیرون. او من بابا یه دقیقه گوش بده، بابا این دختره 80 واحد درس تخصصی حسابداری پاس کرده تو دانشگاه، الانم کلی شرکت دنبالشن. آشنای کدوم دوستته؟ بابا شما با این کاراش چی کار داری آخه؟ من آدم به درد نخور معرفی میکنم؟ بیشور تو اصلا خود آدم به درد بخوری هستی که الان تازه آشنای رفیقت قراره به درد بخور باشه؟ هر روز بزن تو سر من، هر روز بزن تو سر من. بابا من اصلا این دختره رو میخوام یه مدت بیارم تو شرکت ببینم باش چند چند هم. آها همینو بگو، از اول بگو. خب بابا نمیذاری که، بابا من میخواستم تو یه موقعیت بهتر بگم، حالت اوکی تر باشه، واسم سورپرایزت کنم. از کی میشناسیش؟ بابا خیلی وقت نیستش، ولی بابا خیلی دختر زرنگیه، میدونی بابا عین خودمه، پپه نیست، من از آدمای پپه، از دختر پپه خوشم نمیاد. میدونم، خودم میدونم، میدونم. خب بابا کی بگم بیاد؟ کی؟ وقت گل نی. اومن اونجا کارگاه دفتر ازدواج نیست، ببینم بشنفم، حتی پاش رو دم در کارگاه گذاشته، جفت پاهاتو قلم کردم. خب بابا چرا با من بدبخت اینجوری میکنی بابا؟ آخه من شریک آیندم و چجوری باید بشناسم؟ من کجا باید آدمو بشناسم؟ قبرستون؟ من چه میدونم چجوری بخوای بشناسی؟ با منم بحث نکن، تمام، یک کلام ختم کلام. باشه بابا باشه، اصلا من خر باش، میخوام با یه تیر دو نشون بزنم. بابا من به فکر خودم نیستم که، بیشتر به فکر اون کارگاهم. آره جون خودت، به فکر کارگاهم. باشه بابا باشه، حرف منو گوش نده، خیالی نیست، ولی بابا این خط این نشون. مسعود هستم. این آقایی آمدن. سلام جناب سره. سلام. سلام. سلام علیکم. خیلی خوش اومدیم. خیلی ممنون. بفرمایید داخل. همینجا خوبه. جان. شما آقای مسعود ایوزی هستین؟ بله. مال خودتون اینجا؟ نه اجاره است. کارتون چیه؟ لاستیک، خرید و فروش لاستیک. ایشون هم اینجا کار میکنه؟ بله. دیگه کی؟ یکی دو نفر دیگه هم هستن. شنیده هم کارگر بچه هم داری؟ بچه؟ کار بچه نیست که جناب سرمانو، خب پس لاستیک به این بزرگی بر نمیان. آقای عوضی شما آقای موسوی میشناسی؟ عارف موسوی؟ بله میشناختمشون. تو همین جریان کشته شدنش؟ نه از قبل میشناختمشون، به هر حال این خبرها زود میشه تو محله. ادامه بده. دیگه راجبش چی میدونی؟ چیز زیادی که نمیدونم، شما بپرسید بنده در خدمتم. رحیم عبدی چی؟ اونم میشناختی؟ خدا رحمتشون کنه. خیلی مرد درستی بود. از کجا میدونی مرد درستی بود؟ به هر حال از این اون آدم میشنید دیگه. البته یه باری هم یه معامله باشون کردم. چه معامله؟ بار آهن. آهن میخواست منم فروختم بهش. شما که اینجا لاستیک و اینجور چیزا خرید و فروش میکنی؟ بله، ولی خب به هر حال خرج و مخارج زندگی زیاده جناب سره. ما یه آشنای نزدیکی داشتیم که تو کار خرید و فروش آهن بود، بهم گفت مسعود تو که انبار جا داره، اینا رو بخر ضرر نمیکنه. منم همین کاری کردم. رحیم عبدی بود نقد حساب کرد؟ نه چک داد. مبلغش چقدر بود؟ 100 میلیون تومان، ولی خب چکش هنوز پاس نشده.
یعنی بعد مرگش حسابشون مسدود شد. چرا نرفتی کارگاه چک رو وصول کنی؟ منتظر موندم تا حسابش باز شود. عجیبه، تو ماه پیش 100 میلیون جنس بهش فروختی، پولش هم نگرفتی، سراغش هم نرفتی، جریان چیه؟ حقیقت آقا رحیم خدا بیامرز خیلی آدم خوش حسابی بودش. منم صبر کردم تا کارهای انحصار پرستشون مشخص بشه. اون چکم قطعا پاسه. چک کجاست؟ داخل دفتر. بیارم. بفرم. فاکتور خرید بار آهن رو داری؟ فاکتورشو نمیدونم، باید بگردم. ببینی جناب سرنگ، در وجه مسعود ایوزی بابت خرید آهن. عارفو برای چی تهدید کرده بودی؟ من؟ بله شما. من غلط بکنم آقا، چه تهدیدی آخه؟ چند نفر شهادت دادن که تو تهدیدش کردی. چرا سرنگ یه جراحس کوچیکی بین من و عارف بود، بعدش هم شد رفت. همین. یه شنبه دوم این ماه کجا بودی؟ صحبت یه ماه پیش آخه. قطعا همینجا بودم. من شب و روز اینجا هم هیچ جا هم نهرم برم. خیلی خب. بگردیم فاکتور بار آهن رو پیدا کن، از شهرم خارج نشو. ممکنه نیاز باشه بیا یه داره آگاهی برای توضیحات. این فاکتور هم بیاری. چشم. ممنون. یه چایی باشیم در خدمت. خیلی ممنون. خداحافظ. اصلا نباشیم. خداحافظ. گفتم این چکه آخر درد سر میشه. ظاهر. یه خبر به بچه ها بده، بگو فعلا این دوره برای پیداشون نشه، ممکنه این دوره برگردن. اگه بچه ها نیاید کلنگ میمونه، کلی کار عقب افتاده داریم. مهم نی، بهتر از اینه که اینا برگردن اون را هم اینجا ببینن شهر بشه برای ما. نکنه این خانم معلم ها برشن چیزی گفته؟ معصومه صحبت کردم، قرار شد دو روز دیگه بریم باهاش حرف بزنیم. بعدا صحبت میکنیم. بفرمایید. بذارش اینجا. قرص چی میخوری؟ قرص فشار چی میخورم؟ چرا به من نمیگی چی شده؟ دلم داره هزار راه میره. چرا این حافظه میاد؟ بله گفت من لباس عوض کنم، حالا من الان میرم دوباره صداش میکنم. سلام جون. بفرمایید.
بگو چیزی داری بگو. من واقعا معذرت خواهم، ببخشید. نمیدونم چجوری عذرخواهی کنم. شما درمونگا بودی؟ بعد با کی دعوت شده؟ با مریضت؟ نه حالا چیزی نشد، حالا بهتون میگم. شما چرا به من نمیگین چی شده؟ ببخش، واقعا خیلی بد شد سفرتون هند عقب انداخته. من هر جوری بود میومدم ویزیتشون میکردم. با این حال روز برادر دکتر نیکنجات از راه دور اومده بود. اگر دیرتر میفرستادنش اتاق عمل، کیس سفرش پاره میشد و تمام بدنش رو عفونت میگرفت. و دیگه نمیتونستیم کاری براش بکنیم. البته ایشون بهتر میدونن. حافظ تو چی کار کردی؟ تو مطب نرفتی؟ تو مگه قرار نبود دیگه درمونگا نری؟ خب اول ازش بپرسین، شاید چیزی شده. حالا شدی زبین ایشون؟ ایشون کسرش چندش میشه خودش توضیح بده؟ من فقط... خیلی خوب بسه. همش نشستی میگید درمونگا به من احتیاج داره. مطب چی؟ بیماران اونجا به تو احتیاجی ندارن؟ دایی هر چی بگی حق داری. من معذرت میخوام واقعا. من میخواستم هی بخوا خودتو توجیه کنی دیگه. نه اصلا وظیفه تو چیه؟ چه کاری مهمتر از این؟ دیگه اسم تعهد رو جلو من نگیری. تعهد که مال یه طبقه خاص نیست. تو سوگند پزشکیدم طبقاتی کردی. نه دایی، اصلا اینجوری نیست که شما میگی. پس چه جوریه؟ ها؟ تو لیاقت اون مطب نداری. تو لیاقت هیچ چیز نداری. تو رو باید ولت کرد، سرت بخوری به سنگ، برگردی. دایی جان یه لحظه بشین، من براتون توضیح میدم. چه توضیح؟ دیگه لازم نکرده بیای اونجا. منم میرم به بقیه دکترها میگم من غلط کردم برای ایشون مطب باز کردم. وقتی همه چی ساده و مفت گیرش میاد، لیاقت نداره نگرداره. داداش صبر کن پرویز، اینجوری نرو پرویز. مرا تا که